آینده ادامه خواهد داشت برای مخصوص زنان دیروز، زنان امروز و زنان مبارک و عزیز فرداهای ما. آمین. آیاتی از کلام خدا براتون قرائت میکنم در تیتوس باب 2 از آیه 1 تا 5. اگه میشه که گوش کنین فقط، چون این ضبط میشه، خیلی ممنون میشم. این کلامی که دارم میخونم گوش کنین، چون فرصتمون از دست میره. اما تو سخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو، که مردان پیر هوشیار با وقار خردندیش. ببخشین آیه 1 به درد ما نمیخوره، از آیه 3. اما تو سخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو، آیه 3. همچنان زنان پیر در سیرت متقی باشند و نه غیبتگو، نه بنده شراب زیاده، بلکه معلمان تعلیم نیکو، تا زنان جوان را خرد بیاموزند، که شوهر دوست، فرزند دوست باشند و خرد اندیش، پاکدامن، کدبانو، خانه‌دار، مهربان و مطیع شوهران خود، که مبادا کلام خدا متهم شود. در اولین آیه که نمیخوام فوکوسش رو این بذارم، فقط میخوام اشاره کنم، اشاره داره به زنانی میکنه، زنان پیر. هم میتونیم از نظر سنی به اون نگاه کنیم، هم کسی که مدتی از ایمان مسیحیش گذشته و یه بلوغ نسبی روحانی رسیده. پولس در این رساله میدونست که شاید دیگه فرصتی نباشه که کلیساها رو بنا کنه، تشویق کنه، تنبیه کنه، تأدیب کنه، تعلیم بده. داشت شبانان جوان رو مثل تیتوس آموزش میداد که چطور دیگران رو برای کار خدمت آماده کنن، و او داشت تیتوس رو با این رساله ترغیب میکرد که چطور سخنان شایسته تعلیم صحیح رو بگه. اول به پیران، به زنان پیر کلیسا، که چه خصوصیتی داشته باشن، این خصوصیت چرا باید زنان بالغ داشته باشن، تا چی بشه، تا زنان جوان رو، یعنی فوکوس روی زنان جوانه، تا زنان جوان رو خرد بیاموزن. یعنی 7 خصوصیت عالی برای زنان جوان رو داره مطرح میکنه. میگه زنان پیر دعوتشون در مسیح اینه، نه افراد تشویق کنه عطیه به دست بیارن، خدمت مد درجات روحانی، چطور با جنگ‌های روحانی پیروز بشن، نمیدونم فرماندهی کنن بر تمام نمیدونم مشکلاتی که دارن، بلکه اونا رو بیاموزن این 7 خصوصیت، که چطور شوهر دوست باشن، چطور فرزند دوست باشن، چطور با حکمت باشن، چطور پاکدامن باشن، چطور کدبانو خانه‌دار باشن، چطور مهربان باشن و چطور مطیع همسران خودشون باشن. هرچند وقتی این خصوصیات رو نگاه میکنه، دنیای بی ایمان چطور این خصوصیات رو تحقیر میکنه، چطور به استهزا میگیره که قدیمیه، این امولیه، ولی کلام خدا، خدا رو شکر که هرگز و هرگز بسته نمیشه و همیشه خداوند کسایی رو بلند میکنه که با غیرت برای کلام خدا و معیارهای کلام خدا بیستن و بتونن این کلامو به دیگران منتقل کنن. خدا همیشه و همواره تا ابد دنبال ظروف مقدسی میگرده که خودشونو کنار گذاشتن، تخصیص شده، تقدیس شده برای اهداف الهی خودش، که این ظرفا رو انتخاب میکنه که چیکار کنه. این دعوت بلند رو از زنان سال خورده میکنه، که نه فقط سن جسمانی، بلکه اونایی که در ایمانن، واقعا بزرگترین دعوت میتونه برای یک زنی باشه که در کلیسا، که چطور از تجربیات خودش به زنان جوان منتقل کنه، که این زنان جوان اینطور برای خداوند بیستن. وقتی به این آیات نگاه میکردم، به خصوص تو این قسمت، زنان سال خورده رو میذاریم برای یه قسمتی که کاملا فقط 1-2 هفته فکر کنم باید فوکوسمون رو این بذاریم، بیشتر من تو اون 7 خصوصیت زنان جوان هستم.
که چهارشنبه آماده کردم چون خیلی شنیدم افرادی که بچه کوچیک دارن، نمیدونم خانه دارن و چه مشکلاتی روی اونا میاد، چقدر با شوهراشون ممکنه اختلاف پیدا کنن. گفتم خب کلیسا این قسمت ها رو احتیاج داره. مخصوصا وقتی این هفت خصوصیت رو نگاه کردم عزیزان، اولین قسمت چیه؟ اولین خصوصیت شوهر دوستیه، آخرین قسمت مطیع شوهر باشن. نیست؟ اول و آخر تمامی خصوصیاتی که خصوصیات پنجتا خصوصیات عالی باید اولش، یعنی دری که باز میشه به روی این خصوصیات چیه؟ شوهر دوستیه. چیزی که تکمیل میکنه مطیع شوهر بودنه. اول و آخر تمام خصوصیتی که یک زن صالحه باید داشته باشه، زنی که در خرد اندیشی، در پاک دامنی، در کدبانگری، در مهربانی، نیکویی باید بدرخشه، اول و آخرش چیه؟ شوهر دوستی و مطیع شوهر بودنه. وقتی به این دو خصوصیت امروز بود نگاه کردم، دیدم چقدر زیبا نقش زنو داره در عهد ازدواج تداعی میکنه. اگه به هر یک از این هفت خصوصیت نگاه کنی، متوجه میشی که تمامی تمرکز پولس رسول در این رساله روی رفتار یک زن توی خانواده است. اگه توجه کنیم، دوباره میگم این هفت خصوصیت با شوهر دوستی شروع شده، با مطیع شوهر بودن چی شده؟ ختم شده. چرا؟ چرا؟ چون عزیزان، چون رابطه کلیسا و مسیح به رابطه زن و شوهر تشبیه شده. مسیح به عنوان شوهر، شوهری با محبت، شوهری با محبت بی پایان که چطور داره عروسش کلیسا رو محبت میکنه و حتی جان خودش رو داره برای زنش میده، برای کلیسا میده و همینطور داره زنان رو به عنوان کلیسا تشویق میکنه که چطور مطیع عیسی باشن و در زمین مطیع مطیه همسرانشان باشن. عزیزان، تمامی خصوصیاتی که نگاه میکنیم، به خصوص این دوتا خصوصیت که امروز میخوام راجع به صحبت کنم، به طور خیلی خاصی نقش زن رو در عهد ازدواج داره میکنه، توضیح میده راز مقدس یکی شدن و راز نقش زن، نقش کلیدی زن در این عهد مقدس. هیچ چیزی عزیزان، هیچ چیزی در تمامی خلقت با شکوه تر از ازدواج مسیحی نیست. بعد از چی؟ بعد از نجات. چون در مسیحیت ازدواج صرفا یک قرارداد اجتماعی نیست، یک قرارداد قانونی نیست که بر پایه یک شرایطی بنا بشه، بلکه ازدواج در مسیحیت یک رابطه بر پایه یک رابطه کاملا صمیمانه که بر اساس عهد بین زوجین بنا شده و دامنه این ارتباط بین زن و شوهر انقدر بی‌نظیر و عظیمه عزیزان که تمامی جنبه‌های زندگی یک زن و مرد و به خصوص زن و از نظر جسمی، روحی، عاطفی، احساسی در بر می‌گیره. نه فقط از نظر احساسی، نه فقط از نظر جسمی روحی، بلکه از نظر فرهنگی، حتی مادیات، حتی از نظر اون قومی که ما توش هستیم. این عهد تمامی ابعاد زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. تو مرقس باب 10 آیه 8 میگه از این پس دیگه این دو نیستن بلکه یک تن خواهند شد. عزیزان، در هیچ پیمانی چنین عهد و پیمانی رو نمیبینی که دو نفر در اون عهد دیگه دو نفر نباشن بلکه یک باشن. هیچ رابطه‌ای، حتی مادر و فرزند، خواهر و برادر، خیلی متاسفم واقعا، خودم تو این قسمت خیلی مشکل داشتم و چقدر مشکلات در کلیسا میبینم، در دنیای اطرافم دیدم که گاهن حتی ما فرزندانمونو، بچه هامونو، خانوادهمونو، خواهرمونو، مادرمونو ارجعیت میدیم به همسرمون. هیچ رابطه ای عزیزان قابل مقایسه با چنین رابطه ای نیست که بین یه مرد و یه زن
انجام بشه. حتی سلیمان با تمامی حکمتش اینطور میگه، میگه سه چیزه که برایم زیاده عجیبه، بلکه چهار چیز که اون رو نمیتونم بفهمم. چیه؟ طریق عقاب در آسمان، طریق مار بر روی صخره، طریق کشتی بر روی آبهای خروشان فراوان، و طریق عشق بین یک مرد و یک زن. مثل یک رازه، اینقدر عجیبه که یک زن و یک مرد چطور دیگه دو نیستن بلکه یک هستن. و پولس میگه این عهد و پیمان یک راز عظیمه، یکی از اسرار خداست که فقط و فقط عزیزان برای کسی مکشوف میشه، کسی این آگاهی رو پیدا میکنه که وارد این عهد میشه، کسی که قادر آگاهانه میگه پدر مادر خود رو ترک میکنه، به زوجه خودش میپیونده. میگه پولس میگه در افسوسیان باب 5 آیه 31 میگه کسی که پدر مادر خودش رو ترک میکنه و به زوجه خودش میپیونده، دیگه بعد از اون این دو نیستن بلکه یک هستن. و بعد میگه این سر چقدر عظیمه، راز مقدس یکی شدن، شروع زندگی مشترک. دلالت بر چه چیزی داره عزیزان؟ چطوره این راز بر چه چیزی، بر چه پایه و قانونی، بر چه بنیادی حاکمه؟ تعهد و وفاداری بین زوجین. آمین. این تعهد و وفاداری که بین دو نفره داره چی رو نشون میده؟ چرا اینقدر مهمه؟ چون وقتی یک زن و شوهر در اون تعهد و وفاداری نسبت به هم هستن، اول در عهد عتیق داریم راجع به عهد، همون مسئله عهد، ما میخوایم متصل شیم به عهد، و فقط با ده یک نیست، در عهد ازدواجه. تعهد و وفاداری بین زوجین چی رو نشون میده؟ نشان دهنده رابطه قوم خدا با خدا بود در عهد عتیق، و در عهد جدید یک زن و مرد که یک میشن نشان دهنده رابطه عیسی با کلیسای خودشه. آمین. شاید عزیزان هیچ مصیبتی عظیمتر از این نباشه که عهدی که بین زن و شوهره دچار بی‌حرمتی، سهل‌انگاری قرار بگیره و از این مواهب پیز این عهد دور بشه و این عهد نقص بشه به وسیله بی‌توجهی و سهل‌انگاری زن یا مرد. و به خصوص در این سه هفته میخوام نقش کلیدی زن رو در این قسمت با هم دیگه دنبال کنیم. ازدواج عزیزان تعهدیه برای پذیرش و اجرای تعهد مسئولیت متقابل، و این عهد و پیمان مسئولیتی کاملا متقابل، یعنی یک مسئولیتی متقابل ایجاد میکنه. و این سر گفتیم چه زمانی باز میشه؟ تنها و تنها هنگامی باز میشه که شخص اراده میکنه، تصمیم میگیره، تصمیمی کاملا شخصی که ربطی به شوهر نداره. من اینو شخصا تو زندگی خودم تجربه کردم، هیچ ربطی نداره، خودت تصمیم میگیری شخصا که تعهد این عهد رو بپذیری که دیگه من بعد از این زندگی نمی کنم، بلکه من برای همسرم زندگی می کنم. اونجاست که مفات برکت این عهد جاری میشه و کم کم خداوند شروع میکنه به کار، و این دو دیگه دو نیستن، بلکه شروع میکنه خدا که این دوتا رو مثل یک کاغذ که جدا نشدنیه به هم وصل کنه. آمین. در چه مواردی این زن و شوهر یک خواهند شد؟ وقتی زن یا مرد یک طرف، بالای صلیب فقط یک نفر جا داره عزیزان، تو نمیتونی بگی شوهرم تا این کارو نکنه منم نمیتونم انجام بدم. یک نفر اگه خودش رو روی صلیب بیاره و برای خودخواهی‌های خودش و برای منافع‌های شخصی خودش نایسته و خودش رو مرده بنگاره، اونجا مفات عهد و برکت عهد تو اون زندگی جاری میشه. در چه مواردی خداوند میخواد که این دو دیگه دو نباشن یک باشن؟ در جسم دیگه متعلق به من نیست بلکه به دیگری. داره چی رو میگه؟ قداست روابط، روابط جنسی، فقط و فقط چه زن چه مرد، بدن فقط مال همدیگه است،
فقط در نظر جنسی نمیگه، فقط فکر نکنی که اگه یه نفر با یه نفر بره بخواه. حتی در مسیح ما با افکارمون میتونیم زنا کنیم، با نگاهمون، با تمناهامون نسبت به یک مرد دیگه، آرزوهای شخصی که داریم، کاش شوهر من نبود، یکی دیگه بود، کاش اون مردی که قبلا اومده بود خواستگاری من، کاش که اون مرد رویاهای من اومده بود. تو داری به عهدت خیانت میکنی. آمین. پس جسم من چند نظر فکری، چند نظر ذهنی دیگر مال خودم نیست. اینجاست که خدا میخواد ما با هم یک باشیم. دیگه در چه موارد؟ در روح، شریک در ایمان، اعتقادات یک دیگه. یادتونه من عهد خودمو بر این پایه بود که گفتم از چارچوب کتاب روتین رو برداشته بودم. هر جایی که بری آلبرت خواهم اومد، هر جایی که منزل کنی منزل میکنم، قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. جایی که بمیری آنجا خواهم مرد و در آنجا دفن خواهم شد. خدا به من زیاده تر از این بکند هرگاه چیزی غیر از مرگ من رو از تو جدا کنه. من نمیدونم چقدر اینو انجام دادم. من این عهدو بستم با این کلمات. میدونم هر جایی که اون میره واقعا توانشو ندارم برم. یه مقاین ماهی خیلی سری لیز میخورم. اینجا جای من نیست. میدونم واقعا نتونستم خیلی قسمت. خدا هم میدونه گنجایش منو. ولی خدا رو شکر اونجایی که اصلا دوستانشم منزل کردم. قوم اونم قوم من شد و خدای اونم خدای و ایمان دارم و دلم میخواد هدفم این باشه هر جایی که او بمیره من اونجا بمیرم، یا اگه قرار باشه نمیدونم در آینده من زودتر. آره با هم دیگه. در قسمت سوم، در عواطف، در احساسات، چیزی که آلبرت به من گفت، در غم و شادی، در پیروزی ها و شکست ها، در بحران ها و بیماری ها، در دار و ندار ها، درد تو درد منه، شادی تو شادی منه، دیگه در چه چیزهایی باید زن و شوهر. میدونین شاید الان این تصویر کلی رو در زندگیتون نداشته باشین، ولی اگه تو به عنوان یک زن خدا که با عیسی در عهد قرار داری، اینجا فقط فکر کنی، تصمیم بگیری، خدایا من میخوام وارد این عهد بشم، من به تو قول میدم. خدا همون کلامی که گفت با اون اقتدارش، اقتداری که تخریب میکنه تمام اون چیزایی که زیر اطاعت مسیح نمیخواد بیاد، زیر اطاعت مسیح به اسارت در میاره، تا روح اونجا شروع کنه به کار کردن. در عواطف و احساس، در مسائل فرهنگی و قومی، ممکنه ما با هم فرق داشته باشیم، طبقات اجتماعی متفاوت، عادتهای متفاوت، ولی احترام میذارم. نمیگم تو خانواده، خیلی ها دیدم من اصلا توی خانواده دیگه، خانواده ما با این فرق میکنه، خانواده ما اصلا یه جور دیگه احترام میذاشتن، نه این اصلا به من نمیخوره. احترام میذارم تو هر خانواده، در هر طبقه اجتماعی که او به دنیا اومده. آمین. در مادیات یکی میشیم، هیچکس چیزی رو متعلق به خودش نمیدونه. کار میکنم این پول منه، مال خودم، مال خودم، مال همه، مال من. صندوق بودجه مخفی ما نداریم. اگه فردا جداشیم، طلاق بگیریم، یه مالی داشته باشیم، یه مهریه پشت قباله خونه‌ای به نامم بشه، چرا؟ چون امنیت من خداست. یه زن صالح اعتماد و امنیتش خداست. برای خودش فکر نمی‌کنه، دل شوهرش بر او اعتماد داره. آمین. چون تمام حواسش اینه که عهدشو با خدا نگه. اگه تو عهدتو با خدا و با شوهرت نگه داری، خدا به طور عجیبی به میان میاد و دل همسرتو تو دستاش میگیره تا مثل یه مرد خدا تو زندگی تو عمل کنه، حتی جانشو برای تو بده. در خداوند ما هیچ چیزی مال شخصی نداریم. حسابهای مشترک، کارتهای بانکی مشترک،
میبینی چقدر معنی عمیقی داره یکی شدن؟ به طور کل من برای خودم زندگی نمی کنم، برای کسی دیگه. من نیومدم اینجا خوشبختم. دیدین ایرانی ها با هزار امید و آرزو ازدواج اولی خراب کردم، الان با هزار تا آرزو اومدم، خواستم منو خوشبخت کنه، پر از زخم، پر از ناامیدی، پر از بارهای گذشته، زخمای شفا نیافته، پر از توقعات و انتظارات وارد یه عهد جدید میشیم، حتی در کلیسا. و چقدر زخما روی زخما میاریم. من خودم تو خیلی قسمت‌ها، یعنی واقعا صادقانه بگم، من نمیدونم چطور، اینا فیض خدا بود. نه در ازدواجی که با پدر بچه‌ها 12 سال طول کشید، هیچ وقت چیز شخصی اصلا برای خودم فکر نمی‌کردم. من یک حساسیت، شاید نمیدونم، بیمارگونه، نمیدونم، حتما از چیزهای گذشته بوده که من نسبت به بچه هام خیلی حساس بودم. تو علم روانشناسی میگن وقتی توی خانواده اذیت میشی و محبت نمیبینی، پدرت مادرت اون رابطه صمیمانه رو برات نیست، اون رابطه صمیمانه تو اون فضا رشد نکردی، دو تا چیز در زندگی اون شخص به وجود میاد، یا این وری قش میکنه یا اون وری، یا اون شخص خیلی مثل مادرش، مثل پدرش خیلی سرد میشه، خیلی سنگدل میشه نسبت به بچه هاش و اصلا نمیتونه محبت کنه. یه موقع پدرم به مادرم میگفت چرا سردی نسبت به بچه هات؟ اصلا مادرم میگفت من هیچ وقت محبت مادر، من نمیدونم محبت یعنی چی، من هیچ وقت نچشیدم. من پدرم که کوچیک بود مرد، منو گذاشتم پیش خواهرم، من اونجا رشد کردم. من درست 180 درجه برعکس بودم. پدرم همیشه میگفت تو 2 برابر و 3 برابر یک زن حساسی نسبت به بچه‌ات. من فقط چشمم این بود که احمقم که نمیشناختم. الان فقط محبت این بود که همسر من دور بچه‌های من بچرخه. اگه به اون محبت میکرد، یعنی من تو پر قو خوابیدم. نمیدونم چرا، فقط خدا اجازه نداد. حتی پدر خود بچه ها اون محبت رو که من توقع داشتم از زخمای گذشته، احساس میکنم شفا میابم اگه بچه ها مورد محبت قرار بگیرن، اونو دریافت نکردم. بعد تو ایمان اومدم، تو عهد اومدم، رشد کردم، گفتم الان دیگه عهد، مخصوصا یه شخصی که وای چقدر روحانیه. پس میدونین، فکر میکنم خودم تو عهدم، همه چی عالیه، فقط هنوز دنبال مردی بودم که نقش کوچیک از پدر بودن رو برای بچه‌های من ایفا کنه. نیست، این بزرگترین اشتباه من بود. من هنوز ترک کردم و پیوستن انگار یاد نگرفته بودم که چی عقده ها، تمام اون چیزا رو ترک کنم. برای همین و توقعاتی اومدم و اون توقعات بارهایی رو شونه های آلبرت گذاشت و واقعا سالها تنش‌های خیلی زیادی بین ما بود، همش به جای اینکه من متوجه عهدم باشم، متوجه این باشم که اینو تو خودم بپرورونم که مطیع شوهرم، شوهر دوست، حواسم به اون، همش آه میکشتم، مخصوصا نسبت به پسرام خیلی حساس بودم. هیچ وقت یادم نمیره تو 2010 بود، 29 یولی، صبح که داشتم در درد و عشق دعا می کردم خدایا یه کاری بکن تو زندگی من، به میام بیا زندگی من، شاید بتونی بفهمی که چقدر سخت‌تر بود، چون فقط من به فکر زندگی، بلکه زندگی من انگار یه جوری وصل بود به کلیسا. الان کلیسا چی؟ اگه اونجا ضعفی باشه، کلیسا ضعفه، کلیسا پایین میاد خداوند. و انگار بارهای چیزی بود که فقط من پایین میرفتم و واقعا دست و پا میزدم چجوری بیرون بیام، که خدا این وعده عالی رو تو 29 یولی 2010 در ارمیا 49 به من داد، وعده خدا برای عارف و عرفان. وقتی نگران اونا بودم، وقتی دلتنگ اونا بودم، وقتی محبت‌های پدرانه و انسانی رو مطالبه می‌کردم، خداوند به من گفت یتیمان خود رو واگذار، من ایشان رو زنده نگه می‌دارم، بیوه زنانت بر من توکل کنند. شاید بارها و بارها باید خودم رو مذبح می‌ذاشتم، شاید بارها و بارها
باید یاد میگرفتم رها کردن و پیوستن به عهد. شاید بارها و بارها یاد میگرفتم که چجوری خیلی خیلی زمانها خدا ما رو تو مسیرهایی میبره که یاد بگیریم از دست دادنها، چطور از دست بدیم، چطور بیستیم، خاکش کنیم، دفنش کنیم، خاک سفاریش کنیم. قانون ترک کردن و وس کردن به عیسی رو که واقعا مرگهای مکرره که تا ترک نکنی آرزوهای خودتو، توقعات خودتو، هرگز و هرگز نمیتونی به عهد خداوند بپیوندی. اصلا این ترک کردن خودش همینجور که گلار جون گفت هفته پیش گفت به توکل احتیاج داره، به اعتماد نیاز داره. آمین. ترک کردن و پیوستن به عهد و جاری شدن این برکات عهد تو زندگی ما کلیدش در توکل و اعتماد به خدا. عزیزان چرا این توکل و اعتماد انقدر مهمه؟ چون اگه توکل و اعتماد نباشه تو پر از ترسی، پر از نگرانی، دائم داری از خودت مراقبت میکنی، حفاظت میکنی، تدارک میبینی برای آینده، مساوی با چیه کنترل؟ زنان خیلی بیشتر زمینه کنترل دارن روی شوهراشون به خاطر ترس‌ها و همین ترسات که نمیذاره ما بپیوندیم به عهدمون، اون اتصال در عهد و مواهب اون عهد جاری بشه. و در این قسمت خداوند میخواد کلیدو به دست زن بده و زن شروع کنه. در رابطه با عیسی هم همینطوره. ما به عنوان عروسان عزیزان در توکل به اعتماد به اونه که سکان زندگیمونو به دست اون میدیم، سرنوشت زندگیمونو به دست اون میدیم. اونجاست که وقتی ده یک میدی چیکار میکنی؟ داری اعتماد میکنی، توکل میکنی، اونجا برکت عهد جاری میشه. آمین. ریشش توکل و اعتماده و تمامی مواهب عهد که عهد سلامتیه، نه فقط عهد مالی، عهد سلامتی، عهد پیروزی، عهد شفا شروع میکنه در زندگی ما جاری شدن. و خودت چقدر سلامتی قرار میگیر، خودت چقدر آرامی قرار میگیر. واقعا از اون روز بود که همینجوری واقعا نه که بگم وایه دفعه شد، هر روز شاید باید خودم رو تقدیم کنم، هر روز، همین امروز، هر روز تا ابد باید این کار رو بکنم و این اعلان روی زندگیم بکنم تا وارد اون پیوستن بشم. و وقتی کنترل نمی کنی دیگه سرنوشت تو، بچه ها تو، آینده تو، زندگی تو نیست، خیلی آرامش میاد تو. وقتی توکل و اعتماد نداری هی میخواد شوهرت رو یه جورایی محبت کن، مخصوصا کسایی که یه شکستایی از زندگی گذشتهشون دارن، به بچه‌م این باید آماده بشه، این باید آماده. اینا همه روح کنترله. کنترل از چی میاد؟ از ترس میاد. و خدا بزرگترین هدیه‌ای که عزیزان به آدم و حوا داد که اونا رو برای یکدیگر خلق کنه. در اون صبح زیبای پیدایش عزیزان اولین برکت رو روی کلیسای کوچیکش که دو نفر بودن آدم و حوا اعلام کرد. ازدواج امری مصلحتی نبود که زایده فرهنگ باشه، بلکه خود خدا بنیاد این رابطه با شکوه گذاشت که صد البته بعد از سقوط بود که ازدواج مثل یک معامله، مثل یک قرارداد اجتماعی، مثل یک قانون نزول کرد و رابطه زوجین دچار خدشه، دگرگونی، خودخواهی، نفت طلبی و کنترل زوجین قرار گرفت که عیسی همیشه تا ابد اینو محکوم میکنه. و همیشه شیوه خدمات عیسی، شیوه تعلیم اون رو روی کمال مطلوب بین پیوستن زن و شوهر داره پافشاری میکنه. این کمال مطلوبی که عیسی مسیح در عهد جدید جاری کرد با تعلیمش در عهد عتیق، در صبح پیدایش چی شد؟ بنیادش نهاده شده بود و شاگردان و پیروان حقیقی عیسی مسیح از این تعلیم قدم به قدم پا میذارن جا پای عیسی و جلو میرن. هیچ رابطه، هیچ عهد و پیمانی مثل عهد و ازدواج عجیب و زیبا نیست. هیچ رابطه، حتی رابطه مادر فرزندی. و خدا میاد حتی بند نافهای اضافی ما رو که
بچه ها ما ناظر بچه هامون هستیم نیست؟ ما تا ابد باید با همسرمون زندگی کنیم، ولی یه بچه های ما میرن زندگی های خودشون خواهند کرد. و دیدیم که سلیمون با تمامی حکمتش میگه این سر عجیبه به وجود اومدن عشق میان زن و مرد، که هیچ زنی این رو تجربه نخواهد کرد تا به گذشته و توقعات و خودخواهی های خودش چسبیده. نمیدونم الان جا دارین ادامه بدیم یا میتونیم؟ خسته نشدین؟ راستشو بگینا. اما نقش مهم و حیاتی یک زن در این عهد و پیمان شوهر دوست و مطیع همسرش باشه. داره چی میگه این دو کلمه؟ داره یک تصویر کلی عزیزان از اطاعت، احترام و سرسپردگی زن به شوهرش که سمبول کلیسا به دنیای بی ایمانه میده. آمین؟ عزیزان هر وقت که کلیسا بیشترین احترام و سرسپردگی رو به عیسی داده، عیسی چطور به میان اومده؟ با آیات، با معجزات، با دخالت کردن تو کلیسا، با ریختن روحش، درسته یا نه؟ پس هر موقع که زن اون روح مطیع، شوهر دوستی و اطاعت رو تقدیم همسرش میکنه، اونجا چی میشه؟ اونجا سلامتی اتصال به عهد انجام میشه، سلامتی، شادی، حتی نگفته به شوهر بی ایمان ایماندار، حتی به شوهر بی ایمان. در کلام میگه وقتی تو در اون شوهر دوستی و مطیع شوهرت باشی، میگه شوهر بی ایمانت حتی از این رفتار خداگونه و خدا ترس تو به عیسی مسیح ایمان خواهد آورد. آمین. خیلی ها رو ما دیدیم انتظار خدا از یک زن با ایمان اینه که وصل بشه به عهد خداوندی با اطاعتش، با مطیع شوهر بودنش. این الفاظ چه معنی داره عزیزان؟ چه مفهومی در ذهن ما داره؟ من تجربه کردم، باور کنید تو همین جلسه و جلسات قبلی چقدر منفی اطلاق شد در ذهن کسایی که از زمینه بیرون میان. اطاعت مساوی با برده بودن، درسته یا نه؟ کسایی که ازدواج مسیحی عزیزان یک عهده که در حضور کلیسا و خدا بسته میشه و این عهد تعهداتی در پی خودش داره، در حضور خدا و کلیسا سرسپردگی و اطاعت کامل اونجا اعلام میشه. ولی خواهر نسیم من با این کلمه خیلی مشکل دارم، خیلی تحقیر آمیزه. مگه من بردم یه احساس منفعل به من میده؟ و این دید خیلی از زنهایی که واقعا با فلسفه و هسته مرکزی عهد آشنا نیستن. موضوع سر بودن مرد و احترام زن و اطاعت زن از شوهر خودشه، که عزیزان به جرئت میتونم بگم تا الان یکی از بحث انگیز ترین مقوله در کلام خدا بوده. اطاعت زن از شوهرش، مطیع شوهر خودش بوده. لغت عهد جدید 4 بار اشاره شده. انگار که تساوی بین زن و مرد چی میشه؟ از بین میره وقتی میگیم اطاعت کن. به زن یه احساسی میده که انگار خودش داره هویت خودشو از دست میده، احساس بی‌ارزشی میکنه. الان هر چی تو میگی آقا جان، نیست؟ و اطاعت به این معنی که من پایین ترم. ولی خدا در کلامش میگه انسان رو، انسان یعنی مرد و زن رو شبیه خودش آفرید، هر دو شبیه خدا خلق شدن. خدا از همون صبح پیدایش اینو اعلام کرد که زن و مرد از ارزش و اعتبار و اهمیت مساوی برخوردارن. در هیچ جا نگفته که مرد شباهت به خدا داره، بلکه هر دو شبیه خدا هستن. و خدا از برتری مرد سالاری صحبت نمی کنه، حمایت نمی کنه. برعکس عزیزان، هر جا که مژده خوش انجیل رو پیش رفته و انجیل اونجا نمایان شده در تعلیمات، داره تساوی زن و مرد اونجا اعلام شده. عیسی شدیداً با این اختلاف، با این که چیزی که فکر میکنیم ما زنو مبارزه کرده، و کلام خدا به صراحت میگه بعد از سقوط بود که این تساوی از بین رفت.
در غلاطیان 3:28 میگه دیگه بعد از این نه زن وجود داره نه مرد، نه غلام نه آزاد، همه در مسیح یک هستن. آمین. ولی خدا به شوهر و زن عزیزان وظایف و نقش‌های متفاوتی داده. مثال، خوب گوش کنین، گیاهی رو در نظر بگیرین، همه گیاه‌ها هم ریشه دارن هم ساقه، درسته؟ هر دو خلق شدن که میوه بیارن، درسته؟ ریشه و ساقه هر کدوم چیان نقش متفاوتی رو دارن ایفا میکنن، ولی هر دو با هم بگیم برای میوه آوردن خلق شدن. آیا ریشه از ساقه بهتره؟ آیا ساقه ارزشش از ریشه کمتره؟ هرگز. زن و مرد از نظر اهمیت ارزشی کاملا مساوی هستند، ولی به لحاظ نقش و وظایف مختلف هستند. چرا؟ تا مکمل هم باشن، تا یک باشن عزیزان، باید این باشه تا اون یک بودن انجام بشه. در پیدایش 2:7 به وضوح میگه اول آدم رو ساخت. در فرهنگ عبری وقتی میگه اول آدم رو ساخت، اونا خوب میفهمیدن، ولی ما نمیفهمیدیم. چی میگه؟ میگه نخست‌زاده. در فرهنگ عبری نخست‌زاده یعنی پسر اول خانواده نقش بسزایی در خانواده داشت، نه به لحاظ اینکه بهتره، بلکه نخست‌زاده از پدر ارث میبرد و مسئولیت و اقتدار خانواده اون شونه های بیچاره نخست‌زاده بود. این نخست‌زاده اول آدم رو خلق کرد، درسته؟ هوا رو خلق نکرد، آدم رو خلق کرد. چرا؟ که مسئولیت و نظارت بر خانواده رو شونه های او باشه. هدف خدا از اول آفریدن آدم قبل از هوا چی بود؟ که نشون بده مسئولیت خانواده و جوابگویی به آفریننده با کیه؟ آدم. با آدمه. وقتی باب دعای 17 رو نگاه میکنیم، داره اشاره میکنه که چجوری چی شد مرد رو از خاک زمین بسرش ساخت، بعد چیکار کرد؟ وقتی که او رو به وجود آورد، تازه شروع کرد باغ عدن رو ساخت. قبول دارین یا نه؟ آیه 17 میگه شروع به ساختن آدم رو ساخت، همونجا گذاشت بیرون، اصلا باغ عدن وجود نداشت. بعد چیکار کرد؟ شروع کرد باغ عدن رو ساخت. بعد آدمو، آقا آدمو آورد چیکار کرد؟ گذاشت توی باغ عدن. خدا در این فاصله در سرزمین عدن باغی ساخت و آدم رو از بیابون برداشت داخل باغ ساخت. این نشانه چیه؟ باغ نشانه چیه؟ خانواده. انگار خدا آدم رو ساخته بود که تدارک ببینه مسئولیت این باغ که نشانه خانواده است به روش شونه های مرد بذاره. که متوجه هستی مفهومه؟ خدا، خدا و خدا آدم رو گرفت و او رو در باغ گذاشت تا کار باغ رو انجام بده. عزیزان، خدا آدم رو مثل یک نخست‌زاده اول آفرید تا کار باغ رو انجام بده. کار کردن نشانه تهیه نان، محافظت کردن، حمایت کردن، حفاظت خانواده. خدا دستوراتی به آدم میده که تمامی این دستورات عزیزان قبل از آفریدن حوا بود. او آدم رو امر فرمود و گفت حتی تمام درختانه، میشه 2:15-16-17 رو بخونیم؟ عزیزان اگه خسته شدیم میتونیم بقیهش رو هفته آینده بذاریم. این تقریبا 6 تا، من وقتی نگاه کنم 6 تا یا 7 تا تعلیمه. برای همین، برای اینکه تو 3 هفته من اینو یه جوری این ویتامینا رو به خوردتون بدم، اینا رو همه رو با هم جمع کردم. ولی نمیخوام که اگه خسته بشین اینو دریافت نمیکنیم. آمین. خسته کیا خستن؟ صادقانه دستشونو بالا کنیم. خسته ای؟ نه. کیا خسته هستم؟ کیا خسته هستم؟
شهرزاد و فرشته. شما هم خسته. آره آره اوکی اوکی باشه. پس این آیات آخر میخونیم عزیزان ها؟ آره آیات رو میخونیم. پس خداوند خدا آدم را گرفت، او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید. و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. خدا دستوراتی رو اینجا به آدم داد. تمامی این دستورات دوباره میگم قبل از آفریدن کی بود؟ حوا. او امر فرمود و تمام دستورات رو به او داد. خدا قبل از حوا تمامی مقررات رو به آدم و مسئولیت آدم داد که چیکار کنه؟ به حوا اینا رو منتقل کنه به عنوان رهبر سر خانواده. راه‌های الهی رو به آدم یاد داد تا به حوا منتقل کنه. این نشانه چیه؟ مسئولیت مرد به لحاظ روحانی، نظارت، محافظت، نگهداری از خانواده، همه اینا مساوی با اون سر بودنی که ما خیلی به شورش داریم. نیست؟ متوجه هستین؟ سر بودن به معنی مسئولیت داشتن، حفاظت کردن، منتقل کردن تمامی آن چیزهایی که خدا میخواد از طریق مرد به زن منتقل بشه. من فکر میکنم هفته آینده ادامه بدیم. خیلی هیجان انگیزه وقتی این تمام این سمبول ها رو باز میکنیم. من ایمان دارم وقتی این چیزها رو متوجه بشیم، زن در اون خاندگی و زیبایی خودش قرار بگیره، خاندگی و دعوت خودش رو به عنوان یک زن اول بشناسه، خانواده های ما دگرگون خواهد شد، کلیسای ما دگرگون خواهد شد، شهر ما دگرگون خواهد شد. آمین. ازدواج های آینده ما، افرادی که الان مجرد هستن با یه آگاهی، با یه دید کلی و روشن پا توی زندگی خانوادگی و زناشویی میذارن. آمین. و زنهای گذشته ما واقعا مسئولیت خودشونو در این نقشه حساس و الهی در کلیسا به خصوص انجام خواهند داد و در نهایت همه این چیزهایی که ما خواهیم شنید به جلال و برند شدن و تمجید نام خدای پدر می انجامن. آمین. شما رو به خدا میسپارم. هفته آینده ادامه خواهیم داد.